سلام و درود خوش اومدین به ویدیو پنجم از سری ویدیوهای دوره آموزش اتوکد به صورت دو بودی و سه بودی خب بریم شروع کنیم اینجا امروز میخوایم با دستور مودیفای آشنا بشیم در واقع در بخش مودیفای اتوکد خوش اومدید بریم سراغ اولین دستور مودیفای دستور موو دستور موو خیلی ساده است اگر ما یه شکلی رو بکشیم مثل این دایره و من میخوام جابجاش کنم دستور موو رو میزنم شکل رو اینجور که میبینی سلکت آبجکت اومده میتونم روش کلیک کنم انتخاب شد و دکمه راست کلیک رو میزنم تا تایید کنم و میگه از کجا میخوای این شکل رو بگیری من برای مثال میگم از اینجا یا از مرکز یا از هر جایی که دلم میخواد تا از این بخش کلیک و بعد میگی که کجا ببرم میگم اینجا و تمام شد اگه بخوام این موو هم خیلی با جزئیات بیشتر باشه دوباره دستور موو سلکت بعد رایت کلیک و میگم از اینجا دقیقا بگیر و بعد از مثلا دکمه F8 رو میزنم و میگم به این سمت به اندازه 10 برو باز هم این موو انجام شد ولی با جزئیات بیشتر اگر من یه شکلی رو به صورت پیش فرض اینجا داشته باشه و حالا من میخوام این دایره رو موو کنم به صورتی که این کوادرانتش دقیقا این بالا باشه باز همینطور این کار رو میتونم بکنم ولی دستور موو فوق و فوق و فوق الاده. تکرار کردم سه بار فوق مهمه پس ما هر بار نباید بریم این بالا و دکمه موو رو اینجا کلیک کنیم فقط کافی ام اسپیس رو بزنیم دستور موو انتخاب شد سلکتش میکنیم شکلمون رو رایت کلیک این نقطه و بعد میایم اینجا خب باز یه خورده سخت بود چطور میتونم آسان ترش کنم آسان تر شکل قبلش انتخاب میکنم ام اسپیس و بعد میگم اینجا رو بگیر و بیار مثلا بذار اینجا در واقع دیدیم ما به روش های مختلف دستور موو رو اجرا کردیم ولی ساده ترین اجرا و مدل استفاده از دستور موو اینه که اول شکلی که میخواین جابجا کنید و انتخاب کنید به همین راحتی ام اسپیس رو بزنید و بعد بیان اینجا و همینجور که میبینید اون دستگیره رو بگیرید و هر جایی که بخواین ببرید این راجب به دستور موو بود دستور بغل و در واقع کناری یا در واقع زیرین بهتر بگم دستور کپی هست خب من چجوری میتونم این شکل رو کشیدم خیلی هم پیچیده است یه میز ناهارخوریه که الان توی نما میبینیم من میخوام دو تاش بکنم دیگه نمیخوام هی کپی کنم نمیخوام هی تکرار کنم یک بار کپی و برای مثال من فکر کنید اینجا یه میز نهارخوری بکشم و من خودم حالا الان دارم دستور دست کپی استفاده میکنم ولی برای نمونه این شکل من فوق العاده پیچیده هست و من دیگه دفعه بعد نمیخوام هی این میز نهارخوری خوری رو بکشم یک بار کشیدم و کافی است خب این میز رو کلش رو انتخاب میکنم به همراه صندلی ها و بعد میام دستور کپی رو میزنم و بعد باز به اسپونت میخواد یعنی اون دستگیری که هندل شکل من هست رو میگم از اینجا بگیر و بیار مثلا به سمت پایین و به اندازه 15 واحد و یک کپی دیگه از اون رو به من بده این دستور کپی باز بهتره که چجوری اجراش کنیم بهتره که اول شکل رو انتخاب کنیم و دستور C رو بزنم دستور سیرکله همینجوری که می‌بینی اگه دستور C او رو بزنم دستور کپیه و بعد دکمه اسپیس رو میزنم شکلم رو انتخاب میکنم تعداد واحدهایی که میخواد به سمت چپ بره اگه بخوام خیلی به صورت F8 صاف بره اگه نه اصلا می‌خوام به صورت رندوم توی شکل جای مختلف بکشم میام این شکل رو همینجور که ببینید کپی میکنم تو جاهای مختلف و این من الان نمیدونم هشت یا نه تا از این میز نهارخوری رو با سرعت زیاد کشیدم و هیچ مشکلی نداشت فقط دستور کپی هست خب دستور کپی هم همینجور که گفتم باز همه رو اگه انتخاب کنید سی او اسپیس و باز یک موو دیگه بزنم به جای دیگه یعنی محل دیگه این همه کپی شده فوق العاده دستورهای کاربردی هستند در نتیجه استفاده از موس رو میتونم بگم که بهتره فراموش کنید برای اجراشون و همیشه برین سراغ اینکه انتخاب سی او اسپیس موو و یا اینکه انتخاب ام اسپیس به این صورت و یا اگر این بخش این چند رو فقط میخوام انتخاب میکنم اینجا نو نو به اینجا رسیدیم بریم, بریم دوباره برگردیم به قسمت دوممون که راجع به سلکشن دیدیم که اگه من این به این سمت بیام و اینجا رو انتخاب کنم ببینید هر چیزی که توی اون بود گرفته شد ولی اگه از این سمت بیام برم به سمت بالا فقط چیزایی که کلشون داخل اون قسمت آبی رنگ هست انتخاب میشه اگر من به این صورت بیام ببینید که میز بزرگ انتخاب نشد چون کلش وارد بخش صحنه آبی من نیست اون بخش سلکشن آبی من نیست ولی اگر از این سمت بیام همین رو بگیرم میز هم انتخاب شده این دوتا چون اصلا وارد در واقع بخش سلکشن سبز بودن انتخاب نشدن کلیتش هم که باز میشه به هر صورت چپ یا راست انتخاب کرد انتخاب با این شکل های حضلولی هم همچنان پا برجاست خب اگر من بخوام اینجا انتخاب کنم با توجه که شکل مح... شکل مثلا به یک از اینا رد بشه من میتونم از همون حالت سلکشن انتخاب کنم بیام اینجا بگم و این و این رو بگیر و بعد بیا اینجا و این رو نگیر و بعد بیا اینجا این رو نگیر و بعد بیا اینجا این رو بگیر به این ترتیب یک سلکشن پیشیده تر داشته باشم کپی و بعد بیا اینجا پیس کن و دستور کپی و موف هم دقت کنید حتی موف که یک بار اجرا میشه و دستور کپی به صورت پیش فرض هر چقدر که شما بخواین کپی میشه و هیچ محدودیتی نداره من میتونم میلیون ها بار این کار رو تکرار کنم و یک شکل فوق العاده پیچیده تولید کنم همه رو انتخاب میکنیم دکمه دیلیت و برمیگردیم به صفحه اول خودمون حتما دقت کردید از ویدیو اول تا به حال موف شدن من توی صفحه دستوری داریم به نام پن که ما میتونیم این دستگیره رو بیاریم و چپ و راست بریم این دستگیره چپ و راست توی صفحه شما با دکمه میدل کلیک موستون رو اگه پایین نگه دارید میتونید به راحتی در واقع بکشید اگه من یک دایره اینجا کشیدم و یک مستطیلم از مرکز این دایره اگه من دکمه میدل کلیک رو نگه دارم و به سمت چپ برم همینجور که میبینید من نگه میدارم ول میکنم در واقع همینجور به این صورت به سمت راست من میتونم توی صفحه نمایش جابجا جا بشم اگر موسم رو به صورت اسکرولش رو به سمت جلو برم زوم میکنه اگر موس رو اسکرولش رو به سمت عقب برم زوم آوت میکنه و اگر یه جایی رفتین که اصلا شکلمون نمیدونیم کجاست اصلا من گم کردم شکل من کجای این صفحه مختصات بینهایت بود فقط کافیه روی دکمه میدل کلیک موستون دو تا کلیک کنید و این دستور زوم اکستند رو اجرا میکنه برای شما یعنی واقع هر چیزی که توی محیط دیداری اتوکت هست رو میاره و داخل صفحه میاره این وقتیه که تمام اشکال شما توی یک نقطه است اگر من برای مثال بیام عقب و توی این بخش دور یک بیزی بکشم برای مثال الان که می الان ما تو صفحه مختصاتمون یه بیزی اینجا داریم و یک شکل دایره و مستطیل اینجا اگه من دکمه میدل کلیک رو بزنم حد اکثر زومی که میتونه بکنه که هر دو شکل رو توی قاب پنجره من نگه داره این هست من هم بیزی رو میبینم و هم این شکل دایره و مستطیل این هم بعد در نظر داشته باشین که شکلاتون اگر هستم دور بودن زوم اکسنت خیلی کاربرد نیست و اگر به این صورت همه توی بخش باشن با دبل کلیک روی دکمه میدل یا وسط موس میتونید همه اشیا رو و اشکال رو در واقع وارد محیط دیداری پنجره اتوکد خودتون بکنید خب از دستورهای دیگه بخش مودیفای وارد میشیم به بخش روتیت روتیت وقتیه که شما بخواید یه شکلی رو مثل این مستطیل انتخاب کنید Select آبجکت و بعد کلیک راست و بعد specify base point میگم نسبت به این محور میخوام به چرخه کلیک میکنم و همینجور که ببینید حالا میتونم مثل یک محور در این مستطیل رو بچرخونم و من میگم برای مثال 45 درجه چون از من زاویه رو میخواد specify rotation angle یعنی زاویه چرخش رو به من بده من عدد 45 رو میزنم و به راحتی دایره خودم و این مستطیل خودم رو به 45 درجه نسبت به محوری که انتخاب کردم که مرکز اون دایره بود چرخوندم دستور روتیت هم فوق العاده کاربردیه همچنان شما اگه بیان اینجا و آر او رو بزنید باز دستور دستور روتیت رو اجرا کردین میتونید بیان اینجا و دوباره بهش بگین عدد میتونه به صورت منفی و مثبت باشه نسبت به محور ایکس اگه بگم منفی 90 درجه میاد و در واقع میره پایین به اندازه 90 درجه نسبت به خودش به صورت منفی چرخید در واقع اگر ما یه شکلی رو اینجا انتخاب کنیم و دستور روتیت رو بزنیم اگر من به سمت مثبت برم در واقع داریم برخلاف جهت چرخش اقربه های ساعت میریم مثبت اگر به جهت اقربه های ساعت بریم میشه عدد ما منفی دستور, روت دستور روتیت و مو و کپی رو با هم دیدیم دستور میرور چیه؟ دستور میرور دستور آینه است اگر من شکلی داشته باشم و باز دوباره اینجا یک شکل ساده رو اینجا با هم کشیدیم میان ببینیم چجوری میتونیم این رو میرور کنیم میرور وقتیه که شما شکلتون رو میخواین دقیقا نسبت به یک خطی کاملا روتیت کنید و میرور کنید یا به قول اصطلاح دیگه هم که میشه گفت فلیپ میشه گفت فلیپ هوریزنتالی یا ورتیکالی میتونه باشه یعنی میتونه بر محورهای افقی یا عمودی باشه و توی اتوکت که دیگه اصلا محورتون خودتون انتخاب میکنه این محور من هست و نسبت به این محور من این تصویر رو میرور میکنم سوالی که از من میپرسه میگه آیا اون سورس رو برای شما پاک کنم یا نه من میتونم اینو نگه دارم با دستور یسی که اینجا میبینید پاک کنم یا میتونم نگه دارم با دستور نو خب من چون میخوام نگرش دارم دستور نو رو انتخاب میکنم نکته دیگه که تو دستور میرور هست اینه که اگر دستور میرور رو اجرا کنیم و دکمه شکلمون رو سلک کردیم و راست کلیک میکنم و specify first point of the mirror line نقطه اولش انتخاب میکنم نقطه دومش انتخاب میکنم میگه که آیا میخواین این شکل اول پاک بشه یا نه اگر من با علامت به قول معروف بالا پایین کیبورد روی که هت اصلی رو رو کیبورد داریم میتونم روی این اعداد انتخاب های یس yes و نو no جابجا بشم و اگر گزینه اسپیس یا انتر رو هم بزنم این کار میکنه من این بار انتخاب کردم که سورس من رو پاک کن و در نتیجه میبینید که سورس پاک شد و فقط گزینه میرور شده یا آینه شده رو ما داریم این هم در مورد دستور میرور بود دستور دیگه دستور استرچ و اسکیل هستن دستور استرچ یعنی کشیدن و دستور اسکیل یعنی مقیاسشون رو تغییر دادن برای مثال من اینجا یک دایره میکشم با شوهای ده و یه خور زوم میکنم و میخوام حالا این شکلم رو بزنی یه خور پیچیده ترش کنم برای مثال فکر کنید یک شکل مثلا فکر یه دستگیره در هست از نمای رو به رو و من میخوام این رو بیارم اینجا شده دستگیره یک ش... دستوری هم اجرا کردم که هنوز یاد ندادم ولی این دستگیره رو من کشیدم و دیدم که نه کوچیکه و میخوام بزرگترش کنم این دستور رو برای اینکه دستور رو شکلم رو بزرگتر کنم دستور اسکیل رو اجرا میکنن دستور اسکل که اجرا میشه همچنان باز میگه چه آبجکتی رو مد نظرت هست من میگم کل این دستگیره مد نظرم هست بعد از اینکه انتخابم انجام شد دکمه راست کلیک موس به منزله تایید شکل هست و اگه دقت کنید اینجا نوشته specify opposite corner to fonts یعنی دو تا آبجکت رو پیدا کرد انتخاب کردم میگه از کجا میخوای این رو شروع کنی به بزرگ کردن نقطه بیس جابجایی من میگم نقطه مرکز این دایره باشه همینجور که میبینید من از این مرکز میتونم این شکل دستگیری درم درم رو بزرگتر و یا کوچیکتر کنم مثلا من دقت کردم کوچیک بوده و ابعادش مثلا اینقدر باشه و بعد اینجا کلیک میکنم همه اینا میتونه با مقیاس هم باشه یعنی اگه من انتخاب کنم و من میخوام این شکل رو به اندازه مثلا یک چهارم کوچیک کنم کلش رو انتخاب کردم رایت right کلیک برای تایید انتخاب نقطه بیسپون هر جا میتونه باشه فقط نسبت به اونجا کوچیک و بزرگتر میشه برای مثال اگه اینجا انتخاب کنم از اینجاست و اگه من میخوام یک چهارم باشه یعنی چی یعنی 25 صدم عدد یک چهارم هست و اسکیلش رو میذارم و این دستگیره دقیقا یک چهارم اندازه قبلیه در واقع 25 درصده و این به شما کمک میکنه که اشکال رو که کشیدین توی محیط اتوکد با مقیاس تغییرش بدین دستور استرچ چیه دستور استرچ دستوریه که به اگه بخوایم به صورت گرافیکی ببینیم شما گاهن تصویر رو میکشید که بخشی از اون رو میخواین بکشید و بیاد همینجور که اینجا ببینید توی یک قطعه در واقع مکانیکی که توی این تصویر هست من میخوام فقط بخش طولی این خط رو در واقع اضافه کنم بیایم اینجا و این شکل رو با هم بکشیم یک دایره این سمت میکشم این دایره رو کپی میکنم به اندازه مثلا پنجاه و شست واحد به این سمت و بعد خطی بینشون میکشم دوباره خطی پار خطی رو از این ور به این سمت میکشم اگه دقت کرده باشین اون بخشش یه حالت باکس داشت اینجا من یه همچین تو رفتگی رو میگیرم و بعد مووش میکنم تا بیاد دقیقا توی این بخش اینجا دستور رو دارم که اجرا میکنم اسمش تریم هست ما هنوز یاد نگرفتیم حالا میخوام همین شکل رو این ور بکشم حالا میبینید ارزش دستور در واقع میرور چیه من این شکل رو هم دقیقا بیارم این ور میام دستور رو میرور رو انتخاب میکنم میگم از اینجا به این سمت و آیا میخوای سورس رو پاک کنی نخیر خیر نمیخوام پاک کنم و دستوری که دارم الان اجرا میکنم دستور تریم هست ولی باز بهش میرسیم و من این شکل رو کشیدم حالا یه دایره هم بعد اینجا داشته باشیم تقمون برای اینکه مرکز دایره رو پیدا کنم نزدیک موس نزدیک این خط های این دایره میکنم مرکز رو به من نشون میده اینم برای مثال ما میخوام چه ارتفاعش تا انقدر باشه اینجا رو انتخاب میکنم و بعد همین دایره رو دوباره میرور میکنم نسبت به این خط و همونجوری که می‌بینید من این شکل رو مثلا اینجا کشیدم حالا به این نتیجه رسیدم که این سمت باید بزرگتر باشه خب اگه من دستور استرچ رو نداشته باشم بعد این دوتا رو بگیرم موو کنم بیارم این سمت و بعد اکستند رو بزنم و این دوتا خط رو برسونم که هنوز دستور اکستند رم بهش بهش نرسیدیم ولی این یه راه حل بود ولی گزینه استرچ به ما کمک میکنه که من شکلمو انتخاب میکنم میگه آبجکت هایی که میخوای انتخاب کنم من میگم این آبجکت هاست و بعد بعد از اینکه آبجکت ها انتخاب شد من کنم این خطا هم باید بگیرم و بعد رایت کلیک میکنم بیس پوینت هم میگم برای مثال اینجاست و همینجور که میبینیم من میتونم شکلمو به اندازه مثلا 20 واحد به سمت راست ببرم به این ترتیب دستور استرچ کمک میکنه که کاری که میکنم می، میتونستم با دستورهای تریم و اکستند انجام بدم که بهش میرسیم همچنان تو بخش مودیفای هستن اومدم و شکلمو رو استرچ کردم یا کش دادم در واقع خط پاره خط خودم رو کشیدم این دستور فوق العاده میتونه کاربردی باشه برای جاهایی که شکلای پیچیده کشیدیم و اگر دستور استرچ استفاده نکنیم شاید کار برای ما سخت باشه انتخاب بین این دستورها بسته به اینه که آیا شما با کدوم دستور تو اتوکد بیشتر ارتباط برقرار کنید در واقع راههایی رسیدن به یک تصویر نهایی میتونم بگم تو اتوکد همیشه بین دو تا پنج آپشن هست شما پنج راه دارید برای اینکه یک کار رو انجام بدید و اینکه شما کدوم رو انتخاب میکنید هیچ چیزی به نام درست یا غلط نیست اینکه شما با چی عادت کردین شما چه جوری خوشتون اومد چه جوری به شورتکاتش دسترسی دارید این فقط نشون میده که شما کدوم رو استفاده میکنید وگرنه چیزی به نام درست و غلط نیست هر دو تا آخرش به یک شکل میرسن و هیچ فرقی نداره شما کدوم رو استفاده کردید همینجوری که حتی اینم از این نظر آخرش این دو تا پاره خط کشیده شدن حالت قبلی هم که از طریق تریم و اکستند استفاده کردم بازم همین بود خب حالا که به اینجا رسیدیم بریم سراغ دستور تریم تریم چیه؟ تریم یا همون اصلاح کردن یا قیچی کردن وقتیه که شما میان و یه شکلی رو میکشین برای نمونه مثال خوبی زده چون واقعا کاربردی ترین بخشش توی همین مثالیه که توی این تصویر هست دستور تریم اجازه میده هر پار خطی که بین دو شکل هست و در واقع بریده شده رو برای ما قیچی بکنه یا تریم بکنه برای مثال من اینجا یه خط میکشم و میخوام دیگه از این به بعد این پاره خط بریده بشه دستور تریم و انتخابش این رو این کار رو انجام میده و من به راحتی اضافه ای این خط رو بریدم و دیگه نداریم حتی الان این دو, دو اضافه رو من میخوام بپرم چه کار میکنم؟ بریم به صورت قول معرف آرومتر این دستور رو اجرا کنیم من برای که همیشه تی space اسپیس رو میزنم و دیگه به قول معروف ملکه ذهنم شده ولی روش آروم و آسون تر، نه آسون تر ولی میگم آروم تر اینه که شما برید رو دستور تریم انتخابش بکنید همینجور که ویدیو باز باید بخونید select object to trim or shift select to extend میگه اگر object رو انتخاب کنید trim میشه من انتخابش میکنم بله trim شد اضافهش بریده شد همینچنون اینجا و انجام شد گزینه دیگه به من گفت اگر دکمه شیفت رو نگه دارم و روی خط بزنم اکستند میکنه دقیقا شاید بگم مخالف دستور تریم هست اگر من دکمه شیفت رو نگه دارم و روی این خط کلیک کنم نگاه کنید حتی هنوز قبل از اینکه کلیک کنم به من میگه اگر کلیک کنی همچین چیزی اتفاق میفته و اکستند میشه این این پاره خطی که اینجا ببینید اکستند میشه و میره و میرسه به اولین نقطه ای که میتونه بهش برخورد کنه دکمه شیفت کلیک دکمه شیفت کلیک و من دوباره اکستند کردم و برگشتم به همون جایی که بودم در دو بار خط کاملا سالم که از این نقطه شروع شدم و به ابتدای این آرک من که بخشی از اون دایره اولیه بود رسیدم خب دستور تریم برای اجرای راحت ترش پیشنهاد میشه که شما وقتی که یه خطی رو میخواین تریم کنید راحت ترین چیز برای مثلا برای مثال من میخوام این بخش رو ببرم دکمه تی آر همینجور که میزنید میبینید تا وقتی که تایپ میکنم دستور تریم میاد دکمه اسپیس رو میزنم و بعد انتخاب و بعد تریم 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 هر جایی که انتخاب کنم و بین جایی محصور باشه در واقع اگر نکه اینجا رو من که انتخاب میکنم محصور بین پار خط ها هستن اینها رو برای من میکنه این خیلی کاربردی و همینجور که میری هر چیزی رو من روش کلیک کنم اینا رو برای من میبره و اگر الان من دکمه شیفت رو بزنم اینجا چیزی اکستند نمیشه چرا چون چیزی نیست که اکستند بشه این پاره خط از این سمت به آخرش رسیده و از این برم به چیزی نیست که برسه اگر قرار من یه خطی اینجا داشته باشم و بدونم اینجا یه, یه پاره خطی هست خیلی هم ناموزون و اطلاعاتی هم ازش ندارم من میخوام این خط تا حدی بره که بره آخرش برسه به این پاره خط اینجایی که دستور اکستند به کار من میاد دستور اکستند رو میتونید حتی با انتخاب این مثلث کوچک و اکستند انجام بدین یا اینکه دستور تریم رو انتخاب کنید بعد شیفت رو بزنید یا تایپ کنید ای اکس که میشه اکستند و باز اسپیس رو بزنید پیشنهاد میکنم تی آر اسپیس ای ایکس رو ملکه ذهنتون کنید چون فوق العاده کاربردی بعد از اینکه ای ایکس رو زدم میام اینجا و روی این خط کلیک میکنم و ببینید به راحتی این خط دقیقا همون پاره خط هم یک پاره خط هست و امتداد پیدا کرد تا برسه به اونجا این فرق داره با اینکه من بیام اینجا یه خط بگیرم و برسم به اینجا حتی این کمکی که میبینید دستور کنم پولار بوده که اشتباه نکنم که اجازه میده امتداد خط رو برای ما پیدا میکنه تو اتوکت های جدید فوق العاده هوشمند شده و این کار رو میکنه و میتونید این کار رو انجام بدید ولی اگه میبینید اینجا رفته رو میدل کلیک اینجا یه خوره سخت میشه در واقع باید اولش تا اینجا بیاید و بعد تریم رو بزنید و اضافه رو ببینید ولی الان اینجا یک پاره خطه و این یک پاره خطه فرق داره با دستور ای space و کلیک که همون پاره خط رو برای ما اکستند میکنه و فوق العاده هم آسون هست خب به نظرم برای این ویدیو کافیه نمیخوام ویدیو طولانی بشه همچنان خوشحال میشم ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید دنبال کنید به دوستان خودتون معرفی کنید این کورس رو از دست ندین هزار سابسکرایبر اول ما رایگان به این کورس دسترسی خواهند داشت و همچنان با ویدیوهای بعدی در خدمت شما هستیم تا ویدیوی بعدی بدرود